امروز برای شما گرامیان همراهان کانال یک ختم بسیار بسیار مهم و یکی از پایه‌های مهم چله نشینی رو و دعوات رو آوردم و آموزش خواهم داد. حتما و حتما این آموزش رو همراهی بکنید و در صدد انجامش باشید، چون بسیار راه شما رو در چله نشینی و دعوات آسان‌تر می‌کنی. ختم پاکسازی بسیار مهمه. بریم تا در ادامه بنده این ختم رو به صورت جزء به جزء به شما آموزش بدم. با نام و یاد حضرت دادار حضرت قدوس و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان کانال، تمام شما علم‌آموزان، رهپویان در هر کجایی از گیتی که هستید، امیدوارم که تنتون به ناز طبیعی با نیازمند نباشه و در کنار خانواده یا دور از خانواده اگر هستید تنتون سالم باشه، خداوند والدین شما رو حفظ بکنه و اگر از کنار شما رفتن نورشون قرین آرامش، هم زبانان عزیزان، همراهان با هر رنگ و نژادی که هستید و با هر زبانی. بارها یک مطلب رو به شما در هر برنامه تکرار کردم و این مطلب بسیار 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 مهمه، اون این هست که به بزرگترهاتون، به موسپیدانتون، به اعضای خانواده، حتی به غیر، ما این رو در فرهنگ قدیم خودمون داریم که به دیگران احترام بکنید. عزیزان، این چاکرای شما بسیار نورانی خواهد شد و این یک راه اصطلاحاً بهش میگن که شورتکات، یعنی یک راه میانبر هست و باعث میشه که شما به اون مراحلی که میخواید برسید در نور سریعتر برسید. سپاسگزارم از همه عزیزانی که کانال رو حمایت میکنن، کانال ها رو حمایت میکنن و در کانال ما سابسکرایب کردن، زنگول کانال رو فعال کردن و به محض اینکه ما کلیپی رو میذاریم عزیزان سریع میان حمایت میکنن، حالا درسی هست رو یاد میگیرن، برای ما لایک میذارن، کامنت میذارن، شیر میکنن کلیپ ها رو و عزیزان بالاخره تبلیغاتی که یوتیوب در روی کانال ها میذاره نگاه میکنن برای اینکه به کانال کمک کرده باشن. عزیزانی هم که میخوان مهرورزی مالی داشته باشن میتونن از آیدی پیپلی که مرتبا بر روی تصویر ظاهر خواهد شد حمایت بفرمایید. سپاسگزارم از شما. کانال کانال خود شماست و اگر حمایت بکنید این بار مالی که کانال داره، بالاخره ادمین های کانال از روی بنده مقداری کمتر بشه، این راه ادامه خواهد داشت ان شاءالله. خداوند به همه شما سلامتی و به بنده سلامتی عطا بکنه. خب بریم سراغ این ختم. عزیزان، همه ما میدانیم که قبل چله نشینی باید یک سری پاکسازی ها انجام دهیم. قبل از اینکه شما بخواید چله نشینی بکنید، دعوتی رو انجام بدید، برای اینکه بتونید درصد موفقیتتون رو بالا ببرید، میبایست از یک سری سیگنال ها و از یک سری انرژی های بد که دور شما رو به این صورت نگاه بکنید. عزیزان، من این رو براتون توضیح بدم. شما اگر این رو، حالا من نمیخوام زیاد نقاشی بکنم اینجا برای شما، اگر شما این رو خودتون فرض بکنید، یک سری انرژی ها دور شما دقیقا میاد به این صورت شما رو میگیره و این احاطه میکنه شما رو. منظورم کالبت های شما نیست عزیزان، منظورم اون انرژی های مزاحم تاریک هست که وقتی میاد دور بر شما رو میگیره، باعث میشه که اون مقدار انرژی که در داد و گرفت شما بخواید انجام بدید ضعیف بشه و حتی نگذاری که چشم شما باز بشه به اون حدی که میبایست. پس شما قبل از این که بخواید به مرحله چله نشینی یا دعوات یا هر چی که هست بشینید برسید، باید حتما عزیزان پاکسازی انجام دهید. خب بنده یک سری پاکسازی ها داخل کانال گذاشتم که پاکسازی های چاکرایی هست. البته پاکسازی چاکرایی بسیار زیادی هست که حالا من در ادامه باز خواهم گذاشت. در علوم غریبه عزیزان مباحث آموزشی یکی دوتا نیست الا ماشاءالله، یعنی شما تا دلتون بخواد از این مباحث هست. حالا بنده سعی میکنم خیلی از این تنوع ها در پلیلیست ها داشته باشم، شما پلیلیست ها رو برید نگاه بکنید زیاد هست. منتها این ختم و چند ختمی که در آینده خواهم گذاشت یه مقداری میانبرتر هست. اگر قرار هست شما مثلا این راه رو از اینجا طی بکنید،
این یک مقداری دوستان به این صورت، شما اگر مقصدتون مثلا از اینجا بخواد برید به اینجا برسید، این از اینجا میاد، یه میانبر راهی هست که شما رو سریعتر میتونه برسونه. خب عزیزان، این خط بهتر است که در دهه اول ماه قمری باشد، بهتره که در دهه اول ماه قمری باشد. اگر دهه دوم هم شد اشکالی ندارد. پس این رو یادتون باشه، اگر در دهه اول باشه چه بهتر، شما از قدرت اصطلاحاً متولد شدن دوباره ماه میتونید استفاده بکنید. ولی حالا اگر هفته دوم هم شد مشکلی نداره، اما به هفته سوم و چهارم سعی کنید نره. دوستان عزیز، قمر در عقرب را شدیداً در این عمل جدی بگیرید، یعنی قمر در عقرب نباشه. خب اینو تا اینجا متوجه شد، حالا بریم سراغ چگونگی. عزیزان این خط 2 تا 21 روز است. خب من 21 روز اولش رو میگم، این درس جلسه اولشه. من 21 روز اولش رو میگم که این 21 روز اول رو شما انجام بدید، بعد 21 روز دوم رو هم در جلسه بعد به شما خواهم گفت. 21 روز اولش رو ما انجام بدیم. دوستان یه چیزی رو من به شما بگم، خیلی از اساتید هستن وقتی شما میخواید قبل از چله نشینی برید برای آمادگی بعد چله نشینی، من دوستانی دارم که اینها بالاخره علم آموز دارند، شما باور نمیکنید که چله هایی که دوستان مثلا به این عزیزان میدن در حد مثلا 4 تا 40 روزه یا مثلا 6 تا 40 روزه. تا چی؟ تو خودشونو برن مثلا پیدا بکنن اینها. ولی بنده سعی میکنم شما یه مقدار سریعتر پیش برید و زیاد خودتون رو، وقتتون رو، چون متاسفانه این روزها خیلی وقت زیغ شده. خب پس اول هفته اول و یا نهایتا هفته دوم شروع میکنه. دور 21 روزه هست. خط عزیزان صبح قبل از شروع عمل حتماً مثل همیشه غسل و نیت انجام دهید. حتما قبل از شروع عملتون غسل و نیتتون رو انجام بدید. عزیزان دل، این عمل بعد از نماز عشاء است. خب صبح عملتون رو، غسلتون رو انجام میدید و میرسه به شب. شب بعد از نماز عشاء، حالا نماز عشاتون رو ساعت 8 خوندید 9 خوندید دیگه خودتون میدونید، منتها بعد از نماز عشاء حالا ممکنه از ساعت 10 یا مثلا 10:30 یا 11 دیگه خودتون میدونید، ولی هر ساعتی که شب اول بود تا آخر همان ساعت. عزیزان هر مکانی شب اول بود تا آخر همان مکان، این رو یاد شما نره. هر ساعتی شب اولتون بود. خیلی از عزیزان روی این مسئله بارها گفتم صدمه میخورن، ساعتشون رعایت نمیکنن، شب اول میان 9، شب دوم میرن مثلا 11، شب سوم میان دوباره 8:30، شب چهارم میرن 2:30 شب. این کار رو نکنید. اگر نمیتونید برنامه ریزی کنید، عمل رو انجام ندید، وقت خودتون رو هم تلف نکنید. وقتی که میخواید کاری رو انجام بدید باید آن تایم باشید، باید زمانتون دقیق باشه، مکانتون هم دقیق باشه. عزیزان این ختم، عزیزان مکان خاص داشته باشید بهتر است، اما واجبیت ندارد. این هم سهولتش برای عزیزانی که مکان خاص ندارن. حالا اگر داشته باشید خیلی بهتر، نداشته باشید هم خودتون میده. فقط عزیزان بارها تکرار کردم، باز هم تکرار میکنم، باید هر عملی انجام میدهید قبل از نماز صبح و اذان صبح تمام شده باشد. یعنی دیگه به اذان صبحتون نباید برسه. اگر اذان صبحتون مثلا ساعت 4 صبح هست، شما باید ساعت 3:30 کارتون تمام شده باشه و
دیگه نرسه به اذان صبح کارتون خراب بشه و یک شب هم کارتون خراب بشه دیگه باز باید دوباره از سر نو واسید اول یا هفته دوم شروع بکنه دوباره از ماه بعد. پس این کار رو بسیار بسیار روش دقیق باشید و منظم عمل بکنید. خب عزیزان در این عمل من یادم نره بهتون بگم بخور، حالا یا کندور یا اسپند یا سپند یا سپنج یا اسپنج، هر کدوم از این رو داشتید بهتره، حالا جفتیش هم بود خیلی 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 بهتر، ولی به این صورت نیست که حالا مثلا جفتش نباشه مشکل، یکیش باید حتمی باشه، یا کندور یا اسپند یا سپند، این رو یادتون نره. خب سجادتون رو میندازید و همون جایی که نماز خوندید دوباره به همون جا میرید، رو به سمت دیگه قبله، اینو همه میدونن دیگه، رو به سمت قبله پیروان حضرت ختمی مرتبت. این از این، یعنی سمت قبله دیگه، اینجا که نشستید. عزیزان یادتون نره، بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم چون خیلی از عزیزان متاسفانه این عملها رو انجام نمیدن، این عمل خط مندل عزیزان ندارد، اینم از سهولت عملتون، این عمل تحسین دارد، این عمل اسراف حتمی است و دارد، اسراف عمار، حالا در اتاق هستید اسراف اون عمار، در یک خونه هستید اسراف اون خونه، دیگه خودتون میدونید وقتی هم که اسراف میخواد بکنید عزیزان به قشنگ به زبانتون میگید که ای عمار این منزل، بعد از اینکه خب سوره زلزال رو خوندید و در اشتاتن هفت بار تکرار کردید میگید که ای عمار این منزل در کار من فساد نکنید، اینجا رو ترک بکنید و تا زمانی که عمل بنده تمام نشده باذن الله به مکان باز نکردید، بعد از این عمل باذن الله به مکان بازگردید، خودشون دیگه بر میگردن، شما نیازی نداره، حالا شما خواستی دعوت بکنید عملتون تمام شد، با احترام سه تا صلوات میفرستی، صلوات مخصوص، صلوات مخصوص هم دیگه اینه دیگه، من بارها گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین، این هم صلوات مخصوصه و با زبانتون میگید که به مکان بازگردید. خیلی خوب، شما اسرافتون رو کرد میشینید برای عمل. دوستان این عمل 4 رکعت نماز داره، اول رکعت اول یعنی بعد از هم، اینها دو دوتایی هست، یعنی یه دو رکعتی اول یه دو رکعتی دوم، منو بگذارید من این رو با رنگ دیگه بکشم که شما متوجه بشید، در رکعت اول و دوم بعد از هم، در رکعت اول و بعد از هم در رکعت دوم، دوباره به این صورت، دوباره به همین صورت، این دو تا دو رکعتی رو هر شب به همین صورتی که من عرض میکنم میخوانید، در رکعت اول و در رکعت دوم نماز اول، در رکعت اول و در رکعت دوم نماز دوم. خب در رکعت اول بعد از سوره هم 21 مرتبه سوره کوثر میخوانید، در رکعت دوم بعد از هم 7 مرتبه آیه نور میخوانید، در رکعت دوم اول نماز دوم بعد از سوره هم بعد از هم شما 7 مرتبه انا انزلناه میخوانید، حالا سوره قدر، و در رکعت دوم بعد از سوره حمد اینجا 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید عزیزان، 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید. خب این نماز رو هر شب به همین صورت میخونید، این یک دو رکعتی، این هم یک دو رکعتی، دو رکعتی اول بعد از سوره حمد در رکعت اول 21 مرتبه سوره کوثر، در رکعت دوم از نماز اول بعد از سوره حمد 7 مرتبه آیه نور، و همینجور در رکعت دوم بعد از در نماز دوم در رکعت اولش بعد از سوره هم 7 مرتبه انا انزلنا، و در رکعت دوم نماز دو رکعتی دوم بعد از هم 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید، مانند همین هر شب میخوانید. خب وقتی نشستید عزیزان اون چاقویی هم که دارید جلوتون به این صورت بذارید که لبش به سمت شما باشه. عزیزان حالا باید چه بخوانید؟ این بسیار بسیار
مهمه در این عمل. دوستان سوره قاف، سوره قاف، سوره قاف رو باید بخوانید. 7 مرتبه سوره قاف رو میخوانید، 7 مرتبه میخوانید. در هر یک باری که خوندید لای اون، یعنی یک بار که خوندید عزیزان 7 مرتبه چی میخوانید؟ آیت الکرسی میخوانید. 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید، دوباره مرتبه دوم میخوانید، دوباره 7 مرتبه. پس در هر مرتبه که خوندید 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید، دوباره به همین صورت میرسید به بار هفتم. بار هفتم 7 مرتبه آیت الکرسی تون رو میخونید. چیکار میکنید عزیزان؟ سر به سجده میگذارید، سر به سجده میگذارید. خب شما عزیزان یک کاسه آب باید همراهتون باشه، یک کاسه آبی همراه داشته باشید، داخلش آب باشه. شما وقتی این سوره قاف رو خوندید، آیت الکرسی ها رو خوندید، همه رو در این به قول دری زبان ها چوف میکنید، به قول ما پارسی جدید ها فوت میکنید، دم میکنید، حالا هرچی که شما میگید، داخل این آب. و سری که به سجده گذاشتید، اون 7 مرتبه تون با هر تموم که شد سوره قاف، هر مرتبه که خوندید یک 7 بار آیت الکرسی رو میخونید، دوباره مرتبه دوم سوره قاف، دوباره 7 مرتبه آیت الکرسی، این 7 مرتبه سوره قاف و آیت الکرسی ها که تمام شد داخل این فوت کردید عزیزان، سرتون رو میذارید چی؟ به سجده. وقتی شما سرتون رو به سجده گذاشتید عزیزان، 40 مرتبه ذکر یونسیه میخونید و دوباره در این آب فوت میکنید، چوف میکنید، دم میکنید، فرق نمیکنه، هر چیشال دیگه عزیزان میدونن. دم که کردید دوباره سر میذارید به سجده عزیزان، و 7 مرتبه 4 آیه آخر سوره حشر میخوانید. آیه آخر سوره حشر هم دیگه مشخصه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مشتدا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. و آخر سوره حشر عزیزان، این رو هم هر یک بار که خونی سر بلند میکنید داخل اینا فوت میکنید، دوباره به همین صورت، دوباره به همین صورت عزیزان. و سر که این 7 مرتبه بار آخر که تموم شد، حالا بهتر است در سجده سرتون گیج رفت دیگه سجده نکنید، اصلا دست به همین دعا بردارید و بگید که خداوندا به حق سوره قاف و به حق ذکر یونسیه و به حق آیت الکرسی و به حق قرآن کریم و به حق انبیا و اولیاءت، من رو در پناه خودت از هر شری، از هر نیرویی حفظ بکن. حالا میتونید این رو به عربی هم بگید، اللهم اعوذ بجلالک و جبروتک من شر ما خلق و ایاک نعبد و ایاک نستعین، این هم میتونید بگید. و حالا دعاهای دیگه هم میتونید بکنید، اللهم یا شافی و یا کافی و یا وافی، اللهم یا مستعان، اللهم یا مجیب الدعوات، اللهم یا مفرج الابواب، اللهم یا مفرج الاخفال، افتح لنا ابواب غیب که به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینا رو هم میتونید بگید، نگفتیدم مشکلی نداره، همون دعایی که آخر میکنید عزیزان کافی. حتماً این رو بگید که پناه میبرم به عظمتت و جلال و جبروتت از شر هر آنچه که تو خلق کردی و هر چه آنچه که هست، من از سماوات سب و لرازین سب، یعنی از آسمان 7 آسمان و 7 زمین عزیزان. این رو حتما بگید. حالا عزیزانی که زبانشون عربی هست یا عرب زبان هستند، اگر ببخشید که من زبان مادریم عربی نیست، من اگر بعضی جاها غلط قلوتم بگم پوزش میخوام دیگه، بالاخره شما زاده عرب هستید. و حالا عزیزانی که هموطن ما هستن عرب هستن، یا غیر هموطن ما هستن عرب هستن، و یا عزیزانی که زبانش عربی نیست ولی در کشورهای عرب زاده شدن و بزرگ شدن، دیگه ببخشید پوزش میخوام از شما. شما 100% که عربی رو خیلی خیلی مادرزادی و بهتر از من صحبت میکنید، ولی حتما میتونید به هر زبانی که خودتون میخواید بگید عزیزان اینها. اگر چیزی لزومی باشه به عربیش، من اون رو خواهم گفت به شما، ولی چیزی که لزوم نداشته باشه، من میگم بعضی چیزها دعاست، از ته دل برمیاد بر دل نشیند.
مطمئن باش شما نقشی که میزنید در کائنات اون نقش ثبت میشه. عزیزان دل و همراهان، این کار رو حتما انجام بدید. این دعوت، قبل از دعواتتون این کار رو حتما انجام بدید عزیزان. بعد میبینید عزیزان هم کسان نمیخوان دعوت انجام بدن، این عمل رو انجام بدن برای اونهایی که میگن آقا مشکل قرینی دارید، مشکل همزاد دارید اونها. بعد ببینید چه اتفاقات عجیب و شگرفی در زندگی شما خواهد افتاد. کانال ها رو حمایت بکنید عزیزان، ما رو حمایت بکنید. عزیزانی که میتونن حمایت مالی بکنن، عزیزانی که نمیتونن لایک کنن، کامنت، شیر و همین تبلیغات ساده رو شما حداقل 30 ثانیه نگاه بکنید، بالاخره قطره قطره هر نفر این کار رو بکنه یه کمکی خواهد شد برای اینکه کانال بار مالی زیادی بر روش تحمیل نشه تا ما بتونیم این کانال های کلیپ های رایگان رو بیشتر در خدمت شما قرار بدیم. سپاسگزارم از شما. خداوند متعال همتون رو یاریاور باشه، در پناه حی قدوس باشید، ایزد دادار یارتان. تا برنامه آینده بنده رو هم دعا کنید، من هم دعاگوی شما هستم. دادار پایدار یارو یاورتان.